الرحیم. آیا این همان کوفه است که زینب تو در آن تفسیر قرآن می گفتی؟ آیا این همان کوفه است که کوچه هایش خاک پای تو را مریدانه به چشم می کشیدند؟ آیا این همان کوفه است که زنانش زینب را برترین بانوی عالم می شمردند و مردانش بر صلابت عقیله بنی هاشم سجود می بردند؟ نه، باور نمی توان کرد. این همه زیور و تزیین و آذین برای چیست؟ این صدای ساز و دهل و دف از چه روز؟ این مطربان و مغنیان در کوچه و خیابان چه می کنند؟ این مردم به شادخاری کدام فتح و پیروزی این چنین دست می افشانند و پای می کوبند؟ چرا همه چشم‌ها خیره به این کاروان غریب است، به دختران و زنان بی سرپناه؟ این چشم‌های دریده از این کاروان چه می‌خواهند؟ فریاد می‌زنی ای اهل کوفه، از خدا و رسولش شرم نمی‌کنید که چشم به حرم پیامبر دوخته اید؟ از خیر جمعیتی که به نظاره ایستاده زنی پا پیش می‌گذارد و می‌پرسد شما اسیران از کدام فرقه اید؟ پس این جشن و پایکوبی و هیاهو برای ورود این کاروان کوچک اسراست؟ نگاهی به اوضاع دگرگون شهر می اندازی و نگاهی به کاروان خسته اسرا و پاسخ می دهی ما اسیران از خاندان محمد مصطفی. زن گامی پیشتر می آید با وحشت و حیرت می پرسد و شما بانو؟ و می شنود من زینبم، دختر پیامبر و علی. و زن سیحه می کشد خاک بر چشم من و با شتاب به خانه می دود و هرچه چادر و معجر و مقنعه و سرپوش دارد پیش می آورد و در میان گریه می گوید بانوی من، اینها را میان بانوان و دختران کاروان قسمت کنید. تو لحظه ای به او و آنچه آورده است نگاه می کنی. زد التماس می کند این هدیه از صدقه نیست، تو را به خدا بپذیرید. لباس ها را از دست زن میگیری و او را دعا میکنی. پارچه ها و لباس ها دست به دست میان زنان و دختران میگردد و هر کس به قدر نیاز تکه ای از آنها برمیدارد. حال روز کاروان رقت همه را برمیانگیزد، آنچنان که زنی پیش میآید و به بچه های کوچکتر کاروان به تصدق نان و خرما میبخشد. تو زخم خورده و خشمین خود را به بچه ها میرسانی، نان و خرما را از دستشان میستانی و برمیگردانی و فریاد میزنی صدقه بر ما حرام است ای مردم. پیرمردی زمینگیر با دیدن این صحنه عشق در چشمهایش حلقه می زند، بغض راه گلویش را می بندد و به کنار دستیش می گوید عالم و آدم از صدق سر این خاندان روزی می خورند. ببین به کجا رسیده کار عالم که مردم به اینها صدقه می دهند. سجاد متعجب و حیرت زده می پرسد برای ما گریه و شیون می کنی؟ پس چه کسی ما را کشته؟ رو میکنی به مردان و زنان و گریان و فریاد میزنی خاموش اهل کوفه، مردانتان ما را کش میکشند و زنانتان بر ما گریه میکنند، خدا میان ما و شما قضاوت کند در روز جزا. این کلام تو آتش پدید آمده را نخاموش که شعله برتر می کند، گریه ها شدت می گیرد و زجه ها به صیحه بدل می شود. دست فرا می آوری و فریاد میزنی ساکت، نفس ها در سینه حبس می شود، نه فقط زنان و مردان که حتی زنگ شتران از نوا فرو می افتد. سکوت محض و تو آغاز می کنی بسم الله الرحمن الرحیم. ای اهل کوفه، ای اهل خدعه و خیانت و خفت، گریه می کنید؟ عشقهایتان نخوش کرد، ناله هایتان پایان نپذیرد. مسئله شما مسئله آن زنی است که پیوسته رشته های خود را به هم می بست و سپس از هم می گسست. چه دارید جز لاف زدن، جز فخر فروختن، جز کینه ورزیدن، جز دروغ گفتن، جز چاپلوسی کنیزکان و جز سخنچینی؟ وای بر شما که برای قیامت خود چه بد توشه ای پی پیش فرستاده اید. کلامت کلام نیست زینب، تیغیست که پرده های تزویر را می درد و مغز حقیقت را از میان پوسته های رنگارنگ برملا می کند. شمشیریست که نقاب ها را فرو می ریزد. صدای شیون و گریه لحظه به لحظه بلندتر می شود. پیرمردی که عشق پهنای صورتش را فرا گرفته و از ریشهای سفیدش فرو می شکند دست به سوی آسمان بلند می کند و می گوید پدر و مادرم فدای این خاندان که پیرانشان بهترین پیران، بانوانشان بهترین زنان و جوانانشان بهترین جوانانند. نسلشان نسل کریم است و فضلشان فضل عظیم.
یکی در میان گریه به دیگری میگوید به خدا قسم که این زن به زبان علی سخن میگوید. و پاسخ میشنود کدام زن؟ والله که این خود علی است. این صلابت، این بلاغت، این لحن، این خطاب، این عرصه ملک تلق علی است. قیامتی به پا کرده ای زینب، کوفه نیست اینجا، صحرای محشر است، یوم تبل السرایر است. سربازان و دشخیمان مردم را از کاروان جدا می کنند و با هر چه در دست دارند، از نیزه و شمشیر تا شلاق و تازیانه، کاروان را به سمت دارالاماره پیش می رانند. ازدحام جمعیت عبور کاروان را مشکل می کند. چند ماموری که پیش روی کاروان قرار گرفتند ناگهان تازیانه ها را می کشند و دور سر می چرخانند تا سریعتر راه را باز کنند و کاروان به دارالاماره برسد. گردش ناگهانی تازیانه ها مردم را عقب می کشد و بر روی هم می اندازد، اما راه کاروان باز می شود. شترها به اشاره ماموران به حرکت در می آورند و علمها و پرچمها دوباره افراشته می شوند و تو ناگهان چشمت به چهره چون ماه برادر می افتد که بر فراز نیزه طلوع که نه غروب کرده، خون سر پیشانی و محاصل سپیدش را پوشانده و موهای سرخفامش در تبانی میان تکانهای نیزه و نسیم به دست باد افتاده. تو سرت سلامت باشد و سر معشوقت حسین شکافته و خون آغشته، این در قاموس عشق نمی گنجد. آری اما آرامتر زینب، تو را به خدا آرامتر. انسان که تو بیخی سر بر کجاوه می کوبی، ستونهای عرش به لرزه در می آید. تو را به خدا کمی آرامتر. ولی نگاه کن، خون را نگاه کن که چگونه از لابلای موهایت می ریزد، چگونه از زیر مقنعه عبور می کند و چگونه از ستون کجاوه فرو می چکد. یا هلال لما استتم کمالا، ای هلال، ای ماه نوی زینب که درست به هنگامه بدر و کمال چهره اش را خسوف گرفته و دچار غروب شده. هرگز گمان نمی بردم ای پاره دلم که این باشد سرنوشت مقدر مکتوب. چه می کنی تو با این کاروان دل شکست زینب؟ کاروان به آستانه دارالاماره می رسد. وقتی که دارالاماره در منظر چشمهایت قرار میگیرد باز به یاد پدر میفتی. مگر چند سال از شهادت پدر گذشته؟ پدر از آن خانه محقر و کوچک بر تمام عالم اسلام حکم میران و اینان فقط برای حکومت بر کوفه چه دارالاماره‌ای بنا کرده اند. سر حسین را پیش از کاروان به دارالاماره رساندند و در تشتی زرین پیش روی ابن زیاد نهادند. ابن زیاد با تفاخر و تبختر بر تخت تکیه زده، با چوبی که در دست دارد بر لب و دندان حسین میزند. وقیحانه میخندد و میگوید چه زود پیر شدی ای حسین، امروز تلافی روز بعد. و تو با خودت فکر میکنی که آیا روزی سختتر از امروز در عالم هست؟ میفهمی که این صحنه را تدارک دیدن تا به هنگام ورود شما تتمه عزت و جلالتان را هم به خیال خود فرو بریزند. در میان حضار چشمت به زید بن ارقم صحابی خاص پیامبر میافتد، با ریش و مو و ابروی سپید و اندامی نحیف و تکیده. در دلت به او میگویی تو چرا این صحنه را داتاب میآوری زید؟ ناگهان زید از جا بلند میشود، با لرزشی در صدا فریاد میزند نکن ابن زیاد، چوب را از این لب و دندان بردار. به خدا که من بارها و بارها شاهد بوسه پیامبر بر این لب و دندان بودم و گریه امانش را می برن. ابن زیاد می گوید خدا گریه ات را زیاد کند، برای این فتح الهی گریه می کنی؟ اگر پیر و خرف نبودی حتما گردنت را می زدم. زید در میان گریه پاسخ می دهد ابن زیاد، پس بگذار با حدیث دیگری خشمت را افزون کنم. من به چشم خودم دیدم پیامبر نشسته بود، حسن را بر پای راست، حسین را بر پای چپ نشانده بود، دو دست بر سر آن دو نهاده بود و به خدا عرضه می داشت خدایا این دو و مؤمنان صالح را به دست تو می سپارم. ببین ابن زیاد که با امانت رسول خدا چه کرده ای. و منتظر پاسخ نمیماند، به ابن زیاد پشت میکند و راه خروج پیش میگیرد و در حالی که از ضعف و پیری آرام آرام قدم برمیدارد زیر لب به حضار مجلس میگوید از امروز دیگر برده دیگرانی، فرزند فاطمه را کشته اید و زاده مرجانه را امیر خود کرده اید. او کسی است که خوبانتان را میکشد، بدانتان را به خدمت میگیرد و بدبخت کسی است که به این ننگ و ذلت تن دهد. تو گوشه ترین مکان را برای نشستن انتخاب میکنی و مینشینی. بلافاصله زنان دیگر به دورت حلقه میزنند و تو را چون نگینی در میان میگیرند. سجاد در نزدیکی تو و بقیه نیز در اطراف شما مینشینند. ابن زیاد چشم میگرداند و نگاهش بر روی تو متوقف میماند. با
لحنی سرشار از تبختر و تحقیر میپرسد آن زن ناشناس کیست؟ کسی پاسخ نمیدهد. دوباره میپرسد، باز هم پاسخ اینه میشنود. خشمگین فریاد میزند، گفتم آن زن ناشناس کیست؟ یکی میگوید زینب دختر علی ابن ابی طالب. برقی اهریمنی در نگاه ابن زیاد میدود، رو میکند به تو با تمسخر میگوید خدا را شکر که شما را رسوا ساخت و افسانه دروغینتان را فاش کرد. تو با استواری و صلابتی که وصف به جلال خداست پاسخ میدهی خدا را شکر که ما را به پیامبرش عزت و شوکت بخشید و از هر شبهه و آلودگی پاک ساخت. آن که رسوا می شود فاسق است و آن که دروغش فاش می شود فاجر است و اینها به یقین ما نیست. ابن زیاد از این پاسخ قاطع و غیر منتظره جا می خورد و لحظه ای می ماند. می گوید چگونه دیدی کار خدا را با برادرت حسین و تو محکم و اصوار پاسخ می دهی ما رأیت و الا جمیلا، جز خوبی و زیبایی هیچ ندیدم. و می گویی اینان قومی بودند که خداوند شهادت را برایشان رقم زده بود، پس به سوی قتلگاه خیش تافتند. به زودی خداوند تو را و آنان را جمع می کند و در آنجا به داوری می نشیند. و اما ای ابن زیاد، موقفی گران و محکمه سنگین پیش روی توست. بکوش برای آن روز پاسخی تدارک ببینی. ببین که در آن روز شکست و پیروزی از آن کیست. مادرت و عزایت بنشیند ای زاده مرجانه. ابن زیاد درمانده و مستعصل شده، باید کاری بکند و چیزی بگوید که این شکست را بپوشاند. رو می کند به سجاد و می گوید تو کیستی؟ امام پاسخ می دهد من علی فرزند حسینم. ابن زیاد می گوید مگر علی فرزند حسین را خدا نکشت؟ امام می فرماید من برادری به همین نام داشتم که مردم او را کشتند. ابن زیاد می گوید نه، خدا او را کشت. امام می گوید الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند هنگام مرگ جان انسانها را می گوید. خشم ابن زیاد افروخته می گردد، فریاد می زند تو با این حال هم جرأت و جسارت به خرج می دهی و با من محاجه می کنی؟ فریاد میزند ببرید و گردنش را بزنید. پیش از آن که ماموران پا پیش بگذارند تو از آنجا کنده میشوی. دستهایت را چون چتری بر سر سجاد میگیری و با بر سر ابن زیاد فریاد میکشی بس نیست خونهایی که از ما ریخته ای؟ به خدا قسم که برای کشتن او باید از روی جنازه من بگذری. ابن زیاد و اطرافیان خود میگوید حیرت از این محبت خیشاوندی، به خدا قسم که به راستی حاضر از جانش را فدای او کند. سجاد به تو میگوید آرام باشم به جان، بگذار من با او سخن بگویم. و بر سر ابن زیاد فریاد میکشن ابن زیاد مرا از قتل میترسانی؟ تو هنوز نفهمیده ای که کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت خاندان ماست؟ ابن زیاد از صلابت این کلام بر خود میرزد، رو میکند به ماموران و میگوید رهایش کنید، بیماریش او را از پا در خواهد آورد. و فریاد میزند ببریدشان، همه را ببرید. شما را در خرابه‌ای کنار مسجد اعظم سکنا میدهند تا فردا راهی شامتان کنند و تا صبح هیچ کس سراغی از شما نمیگیرد مگر کنیزان و اسیری چشیدگان. پس کجا رفتند آن همه مردمی که در بازار کوفه زجه میزدند و اظهار ندامت و حمایت میکردند؟ چه شهر غریبی است کوفه؟